حال که با اجزای کاربراتورهای CLC آشنا شدید، به نحوه عملکرد این سیستم میپردازید. همونطوری که در شکل مشاهده میکنید، بعد از روشن شدن موتور و رسیدن به دمای مشخص، جهت راه اندازی سیستم، سنسور آب، سنسور اکسیژن و سیگنال منفی کویل اطلاعات خود را به ECU ارسال می کنند. بعد از ورود این سه دسته اطلاعات، ECU اطلاعات فوق را پردازش کرده و به موتور پله‌ای فرمان می دهد که به چه میزان اجازه ورود اکسیژن را بدهد. موتور پله‌ای اکسیژن مورد نیاز خود را از هوای محیط و زیر هواکش تامین کرده به زیر کاربراتور و میکسر زیر کاربراتور ارسال می کند تا از این طریق لاندا را به سمت 1 نزدیک کرده و احتراق کاملی را برای موتور ایجاد نماید و از این طریق گازهای خروجی اگزوز را به حداقل آلایندگی برساند. از طرفی دود خروجی از کاتالیست عبور کرده و ما بقیه آلاینده ها از این طریق در کاتالیست از بین می روند و خروجی اگزوز طبق استانداردهای یورو 1 می شود. حال که با طرز کار کاربراتورهای CRC آشنا شدید، بد نیست مقایسه‌ای بین این کاربراتور با مدل‌های قبلی داشته باشید. میزان تولید هیدروکربن و اکسید ازوت. همونطوری که ملاحظه می‌کنید، میزان هیدروکربن و اکسید ازوت خروجی پراید CLC حتی از استاندارد یورو 2 که بعد از یورو 1 تدوین شده پایین‌تر است. مونوکسید کربن. موتورهای کاربراتوری CRC دارای مونوکسید کربن بسیار پایینی نسبت به پرایدهای معمولی هستند. در پرایدهای CRC حداکثر سرعت مطمئنه خودرو برابر 132.80 کیلومتر بر ساعت است، در صورتی که در پرایدهای معمولی این سرعت 134.5 کیلومتر بر ساعت است. همونطور که ملاحظه می کنید، افت سرعت در CRC بسیار ناچیز و قابل اغماز است، در صورتی که میزان آلاینده های خروجی اگزوز حتی از سطح استاندارد یورو 2 هم بسیار پایین تر است و همین مسئله با توجه به آلودگی محیط زیست می تواند ارمغان ارزشمندی برای نسل های آینده باشد که با دستان تلاشگر شما عزیزان به آن هدیه می شود. نحوه کار با دستگاه ایبیاب سیستم سوخت رسانی CLC. این دستگاه را با نام DPM می شناسند. DPM مخفف سه کلمه Diagnostic Programming Module است که به معنای دستگاه ایبیاب قابل برنامه ریزی در ایران ترجمه شده است. دستگاه DPM دارای 4 برنامه بوده که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می پردازیم. اما قبل از آن، نحوه اتصال دستگاه DPM به سیستم CLC را برای شما توضیح می دهیم. نحوه اتصال. دستگاه DPM از 3 قسمت تشکیل شده است که عبارتند از دستگاه DPM، سیم رابط کوتاه، سیم رابط بلند. ابتدا کانکتور 14 پین زیر ECU را بین انگشتان دست بگیرید، سپس زبانه قفل کانکتور را خلاص کنید. کانکتور را
از ECU جدا کرده سیم رابطه کوتاه را به مجموعه متصل کنیم. بعد از این مرحله یک سر سیم رابطه بلند را به سیم رابطه کوتاه و سر دیگر را به دستگاه DPM متصل نمایید. معرفی کلیدهای روی دستگاه DPM. دستگاه DPM دارای 16 کلید است. 10 کلید اعداد از 0 تا 9، 1 کلید M منو، 1 کلید E اینتر و 4 کلید جهت نمای بالا، پایین، چپ و راست می باشد. کلیدهای 0 تا 9 برای ثبت اندازه ها و مقادیر. کلیدهای چپ، راست، بالا، پایین برای حرکت روی اعداد. کلید M برای عوض کردن برنامه ها. کلید E برای ورود اطلاعات. جایگاه اجزای سیستم CLC بر روی خودرو. همونطوری که ملاحظه می‌کنید ECU بر روی بدنه خودرو داخل صندوق موتور نصب شده. ECU دارای دو دسته سیم است که به دو سمت موتور کشیده شده. دسته سیم اول به سمت چپ موتور هدایت شده و دارای سه سوکت به رنگ‌های قرمز، سفید و مشکی است که سوکت قرمز به گرمکن سنسور لاندا متصل شده، سوکت سفید به سنسور لاندا و سوکت مشکی به موتور پله‌ای. دسته سیم دیگر ECU به سمت راست موتور هدایت شده و دارای سه فیش است. فیش اول به یک فیوز 1 آمپر متصل شده. فیش دوم به سنسور CTS که بر روی مانیفولد گاز قرار دارد و فیش سوم به منفی کوئل جهت نشان دادن دور موتور. ایبیابی سیستم CLC. سیستم CLC نصب شده بر روی پراید دارای دو مدل ECU بوده که دارای اختلاف‌های جزئی در نحوه روشن و خاموش شدن لامپ پشت داشبورد است. در مدل قدیمی که شماره هک شده پایین ECU زیر 75000 است، بعد از روشن کردن خودرو لامپ روشن شده و بعد از لحظاتی خاموش می شود. اگر چراغ خاموش نشد و شروع کرد به چشمک زدن، نشان دهنده خراب بودن سیستم است که باید توسط دستگاه DPM ایبیابی شود. در سری جدید ECU ها که شماره سریال آنها بالای 75000 است، بعد از روشن کردن خودرو اگر لامپ خاموش نشد بلافاصله خودرو را خاموش کنید. در این حالت بعد از 8 ثانیه چراغ شروع به چشمک زدن می کند که نشان دهنده نوع عیب است. در این حالت اگر چراغ یک بار روشن شد موتور پله‌ای خراب است. اگر چراغ دو بار روشن شد سنسور لاندا خراب است. اگر چراغ سه بار روشن شد CTS خراب است. اگر چراغ 4 بار روشن شد
سوخت غلیظ است. اگر چراغ 5 بار روشن شد، سوخت رقیق است. بعد از نصب دستگاه DPM به سیستم CRC، بلافاصله برنامه اول روی مانیتور دستگاه هک می شود. این برنامه زمان خاموش بودن خودرو نیز قابل رویت است. در پایین صفحه دستگاه DPM 3 ردیف چراغ وجود دارد که نشان دهنده عملکرد سنسور لاندا است. بهترین حالت لاندا برابر 1 است که با چراغ سبز نشان داده شده. چراغ زرد نشان دهنده لاندا بزرگتر از 1، یعنی حالت رقیق بودن سوخت، و لاندا کوچکتر از 1، حالت غلیظ بودن سوخت است که با چراغ قرمز نشان داده شده است. برنامه اول. برنامه اول دارای 8 پارامتر است که به 2 دسته چارتایی در مانیتور نشان داده شده است. اولین پارامتر سمت چپ بالا AC است. AC چیست؟ AC موقعیت واقعی موتور پله‌ای سیستم CLC را نشان می‌دهد. مقداری که صفحه نمایش نشان می‌دهد، در حالت طبیعی این عدد باید 9 باشد. هر مرحله حرکت موتور پله‌ای 0.04 میلیمتر است و موتور پله‌ای حداکثر 150 مرحله باز می شود. پس فراموش نکنید در موتور تنظیم شده و در زمانی که آب موتور 80 درجه سانتیگراد است، عدد این قسمت باید 9 باشد. اگر بیشتر یا کمتر بود، با پیچ تنظیم آن را تنظیم کنید. سفت کردن پیچ باعث کم شدن سوخت و باز کردن آن باعث زیاد کردن سوخت می شود. LV چیست؟ این بخش ولتاژ واقعی سنسور لاندا در محدوده 0 تا 5 ولت است. یعنی اعداد این قسمت بین 0 تا 5 در نوسان است. وقتی ولتاژ کمتر از 0.3 ولت باشد، نشان دهنده مخلوط رقیق، و ولتاژ بالاتر از 0.7 نشان دهنده مخلوط غلیظ است. ولتاژ ارسالی از سنسور لاندا در حالت طبیعی بین 0 و 1 ولت تغییر می کند. به یاد داشته باشید در حالت استارت خوردن در هوای سرد ولتاژ زیادتر است. در این حالت سنسور سرد است و مقدار واقعی را نشان نمی دهد. 1 گرمکن PTC در بدنه سنسور به کار رفته است که سنسور را گرم می کند و پس از گرم شدن سنسور ولتاژ قابل اعتمادی را گزارش می کند. در این بخش وقتی دمای آب موتور بالای 15 درجه سانتیگراد باشد، در مدت 38 ثانیه مدار بسته می شود و وقتی هوا سرد بوده و دمای آب موتور کمتر از 15 درجه سانتیگراد باشد، در مدت 400 ثانیه سیستم مدار بسته می شود. CTS چیست؟ این بخش نشان دهنده درجه حرارت آب بر حسب سانتیگراد است. این درجه توسط یک سنسور دما با پایه NTC که در زیر مانیفولد ورودی نصب شده اندازه گیری می شود. دمای آب بین منهای 99 تا 99 درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. سنسور دمای آب دارای مقاومت 2500 اوم در دمای 20 درجه سانتیگراد است. RPM چیست؟ این بخش نشان دهنده دور موتور از 0 تا 6500 دور را نشان می دهد که از پارس های اندازه گیری شده روی کویل به دست آمده. SYS چیست؟ این بخش عملکرد سیستم CLC را نشان می دهد. در حالت گرم شدن موتور یا وجود اشکال،
در سیستم CLC سیستم به صورت مدار باز عمل می کند و سنسور عملی انجام نمی دهد. وقتی المنت PTC سنسور را گرم کرد، سیستم اندازه‌گیری کامپیوتر به صورت مدار بسته در می آید و ولتاژ سنسور لاندا به ECU برای کنترل هوای اضافی ارسال می شود. در این حالت سیستم روی مانیتور تعویض شده به صورت OPL در می آید. بر حسب ولتاژ ارسالی سنسور لاندا، موتور پله‌ای مدار هوا را باز یا بسته می کند. میل چیست؟ اگر در ورودی های سیستم یا عملگرهای CLC اشکال وجود داشته باشد، DTC فعال می گردد که در این موقع راننده روشن شدن لامپ میل را ملاحظه می کند. این مورد بر روی DPM به صورت میل آن نمایش داده می شود. کنترل AUTMAN چیست؟ این بخش روش کنترل اتوماتیک یا دستی موتور پله‌ای را نشان می‌دهد و روش اتوماتیک موتور پله‌ای توسط نرم افزار CLC کنترل می‌شود. در روش دستی موتور پله‌ای در حالت روشن بودن موتور کنترل می‌شود. این حالت با کلیدهای جهت نما چپ، راست، بالا و پایین انتخاب می شود. کلید بالا مقدار باز بودن موتور پله‌ای را زیاد می کند. کلید پایین آن را کم می کند. کنترل حالت دستی برای آزمایش عملکرد موتور پله‌ای است تا اپراتور بهترین حالت کارکرد موتور را تشخیص داده و نسبت به کنترل سوخت موتور و هوای آن اقدام کند. ولتاژ سنسور لاندا ACT AVG چیست؟ این بخش ولتاژ سنسور لاندا را نشان می‌دهد. ACT برای اندازه‌گیری مقدار حقیقی ولتاژ سنسور لاندا در زمان دلخواه به کار می‌رود. AVG برای اندازه‌گیری ولتاژ میانگین سنسور لانداست. ولتاژ ارسالی در حالت عادی 640 میلی ولت است. بیشتر از آن غلیظ و کمتر از آن رقیق است. اگر بخواهیم میزان آلاینده های دود خروجی اگزوز یک موتور CLC را اندازه بگیریم، به نتایج جالبی میرسیم. همونطوری که در صفحه مانیتور مشاهده می‌کنید، این قسمت مقدار CO را نشان می‌دهد. این بخش مقدار CO2 را نشان می‌دهد. این پارامتر مقدار O2 ها را نشان می‌دهد. این قسمت مقدار H3 ها را نشان می‌دهد. این بخش مقدار دور موتور را بر حسب دور بر دقیقه نشان می‌دهد. این پارامتر مقدار لاندا را نشان می دهد. همونطوری که مشاهده می کنید میزان CO این سیستم صفر است، در صورتی که در موتورهای پراید معمولی این عدد 3 است. CO2 در موتور CLC 15% است. O2 1.62 است. H3 که همون سوخت های خام است 58 بوده که در پراید معمولی این عدد 700 است. دور موتور 861 است و لاندا در حدود 1 می باشد. در اینجا برای آشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان، یک عیب عمدی در مجموعه CLC ایجاد نموده تا نتایج آن را در DPM مشاهده کنیم.
در اینجا فیش سنسور CTS را قطع کرده تا تغییرات به وجود آمده را مشاهده کنیم. همونطوری که ملاحظه می کنید بعد از قطع CTS دور موتور افت کرده و درجه حرارت آب CTS عدد منهای 40 را نشان می دهد. در اینجا با توجه به اینکه عضوی از مجموعه سیستم CLC دچار مشکل شده، سیستم عملاً باز بوده و پارامتر آن در روی دستگاه DPM علامت OPL را نشان می دهد. توجه: بعد از رفع عیب ابتدا خودرو را خاموش نموده، پس از 8 ثانیه مجدداً روشن کنید. در غیر این صورت حتی اگر رفع عیب شده باشد DPM همان اعداد قبلی را نشان می دهد و اگر به برنامه دوم رجوع شود نوشته DTC CTS را نشان می دهد. در این شرایط باید به برنامه چهارم رفته و موتور را ریست کنیم تا لامپ خاموش شده و CTS از برنامه دوم حذف شود. برنامه دوم: برای ورود به این برنامه فقط کافی است دکمه M را یک بار فشار دهید تا DPM وارد برنامه دوم شود. برنامه دوم بسیار ساده بوده و فقط نشان دهنده عیب سیستم است. در این برنامه اگر سیستم CLC بدون عیب باشد علامت NO DTC بر روی صفحه نمایش داده می شود، ولی اگر عیبی بر روی سیستم باشد به جای NO DTC عیب مورد نظر بر روی صفحه نمایان می شود. برای آشنایی بیشتر شما عزیزان، در این مقطع دو عیب عمدی در موتور خودرو ایجاد و سپس رفع عیب می گردد تا شما عزیزان با فرایند کار بیشتر آشنا شوید. عیب اول: دست سیم موتور پله‌ای را قطع می کنیم تا نتیجه کار را ملاحظه کنیم. همونطور که مشاهده می کنید بعد از قطع دست سیم موتور به لرزش افتاده و خوب کار نمی کند. از طرف دیگر بر روی صفحه DPM علامت نشان دهنده عیب موتور پله‌ای را نشان می دهد. اگر بخواهیم در این لحظه دودهای خروجی اگزوز را اندازه گیری کنیم، ملاحظه می کنید که کلیه اعداد و ارقام از حالت طبیعی خارج شدند. عیب دوم: فیش دور سنج سیستم CLC را که به منفی کوئل متصل است قطع می کنیم، بلا فاصله موتور شروع به لرزش کرده و علامت عیب مورد نظر بر روی DPM نقش می بندد. با رفع عیب فوق موتور به حالت اولیه برگشته و دور موتور بر روی مانیتور نشان داده می شود. برنامه سوم: با فشار دادن دکمه M دستگاه DPM وارد برنامه سوم می شویم. این برنامه نشان دهنده مشخصات سیستم CLC است. AC Start: اولین ستون بالا نشان دهنده حالت موتور پله‌ای در زمان استارت است. AC Max: این ستون نشان دهنده حداکثر باز بودن دریچه هوا و ارسال هوای زیاد به موتور در هنگام غنی شدن سوخت است. AC Min: این ستون حداقل باز بودن سوپاپ موتور پله است.
تایم اوپن لوپ. این قسمت زمان باز بودن سیستم CLC را تا گرم شدن سنسور لاندا و بسته شدن سیستم را نشان می دهد. تایم اوپن لوپ کولد. وقتی درجه حرارت آب موتور کمتر از 15 درجه سانتیگراد باشد، سیستم نیاز به زمان بیشتری برای مدار بسته شدن دارد. این زمان از حالت روشن شدن شروع شده و تا 400 ثانیه طول می کشد تا مدار بسته گردد. او دو لیول. این قسمت مقدار ولتاژ ارسالی سنسور لاندا برای کنترل احتراق در سیستم CLC را نشان می دهد. AC Fast. این قسمت سرعت کار موتور پله‌ای را در حالت پردور کار کردن موتور بر حسب میلی ثانیه نشان می دهد. AC Slow. این قسمت سرعت کار موتور پله‌ای را در حالت کم دور کار کردن موتور بر حسب میلی ثانیه نشان می دهد. AC Idle. این پارامتر سرعت کار موتور پله‌ای را در حالت درجا کار کردن موتور به میزان 2000 میلی ثانیه نشان می دهد. یعنی در هنگام تنظیم سوخت موتور در دور آرام هر 2 ثانیه یک بار سوپاپ پله‌ای خود را با وضعیت ایجاد شده تطبیق می کند. بنابراین باید کمی صبر کنید تا عکس العمل موتور پله‌ای ظاهر شود. CTS. این قسمت میزان گام موتور پله‌ای نسبت به درجه حرارت CTS را نشان می دهد. مشخصات برنامه سوم را درست به خاطر بسپارید و چنانچه مشخصات مانند 12 مورد گفته شده نمی باشد، می توانید آن را در برنامه 4 و توسط وارد کردن پین کد تغییر دهید. برنامه 4، با فشار دادن دکمه M وارد برنامه 4 می شویم. این برنامه دارای 3 قسمت است. قسمت اول مربوط به ارسال اطلاعات CLC به DPM است. قسمت دوم ارسال اطلاعات DPM به CLC است. در قسمت دوم کلیه تغییرات داده شده در برنامه دوم توسط این قسمت به سیستم CLC وارد می شود. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.